بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم برترین درودها و سلامها بر دردارهای خلقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام و احترام و ادب به پیشگاه شما عزیزان، برنامه به وقت بیداری امشب آغاز میکنیم. عرض تسلیت داریم به پیشگاه شما عزیزان، سال روز شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام، و امیدوار هستیم که همراهی شما عزیزان تا پایان برنامه امشب داشته باشیم. همه شما عزیزان دعوت میکنیم به گفتگوی امشب به وقت بیداری با حضور ارجمند استاد جناب حاج آقای موسوی با موضوع جهاد علمی امام محمد باقر علیه السلام. سلام علیکم استاد، خوش آمدید، عرض تسلیت دارم. و علیک السلام به حضر شما و همه بینندگان عزیز، عرض درود و سلام و عرض تسلیت داریم. این مناسبت رو شهادت جانسوز پنجمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت ابو جعفر و محمد الباقر علیه السلام رو خدا کنه انشالله بحثی که امشب در محضر شما تقدیم میشه برای همه من و شما ها مفید فایده باشه انشالله. انشالله. بسیار تشکر استاد از اینکه باز هم در برنامه حضور دارید و می توانید مثل همیشه از فرمایشات حضرت عالی در مورد موضوع برنامه که امشب با توجه به مناسبتی که در آن قرار داریم، جهاد علمی حضرت امام محمد باقر علیه السلام، استفاده کنیم. و واقعا فرصت ارزشمندی هست استاد، این ولادت ها، این شهادت های ائمه معصومین، ایام الله که در واقع فرصت ویژه هست تا ما یاد کنیم از حضرات و لحظه ای بر سر سفره علم و تقوای حضرات بنشینیم. و امشب هم انشاءالله در خدمت شما هستیم استاد، فرمایشات حضرت عالی انشاءالله خواهیم شنید در خدمت شما. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. موضوعي كشرة فرمودید موضوعي بسيار بسيار مهم وجالبية، وإن شاء الله در زيل بحث معلوم خواهد شد که موضوعي مفيد هم هست. گرچه که زندگانی اهل بیت اسمت و طهارت تمام زوایای زندگانی این بزرگواران برای ما درسه، اینا الگوهای جامع رفتاری خطا ناپذیری است که از سوی خداوند متعال برای ما بشریت قرار داده شده تا ما زندگی خودمون رو با اینا عیار بکنیم. بله. همونطوری که در قرآن داریم که خدا پیغمبر رو الگو قرار داده، پیامبر اسلام اهل بیت خودش رو بین ما به عنوان شاخصها و میزانهای سنجش اعمال قرار داده. در مورد امام باقر علیه السلام اشاره کوتاهی بکنیم. اون حضرت در سال 57 هجری در شهر مدینه متولد شدند. امام باقر علیه السلام پدرشون علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین امام چهارمه، مادرشون هم ام عبدالله فاطمه بنت الحسن. بله. از این جهت امام باقر علیه السلام تنها امامی است که از دو جهت علوی است و از دو جهت فاطمی است. از دو جهت، این هم از طرف مادر و هم از طرف پدر به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین میرسه. امام باقر علیه السلام اول 4 سالگیشون بود که حادثه تلخ عاشورا و کربلا اتفاق افتاد. بله. و در حادثه کربلا حضرت حضور دارن، صحنه های دلخراش اونجا رو دیدن و سفر اسارت رو هم حضرت پیمودن. پس بنابراین امام باقر علیه السلام حضرت سید الشهدا علیه السلام رو درک کرده. بقیه شهدای کربلا رو که از اصحاب پیامبر
بینشون بود، از اصحاب امیرالمومنین بینشون بود، اونا رو درک کردن. یکی از زوایای پررنگ زندگی امام باقر علیه السلام با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی که در عصر زندگانی امام باقر اتفاق افتاد پیش آمد، اون وضعیت اجتماعی که پیش آمد، یکی از زوایای مهم زندگانی امام باقر علیه السلام همین ساماندهی فکری یا جهاد علمی و فرهنگی حضرته. گرچه امام باقر علیه السلام عرض کردیم که در زوایای مختلف برای ما الگوست، اما از این جهت زندگی حضرت برای ما درس حاضر و درس بسیار مؤثری رو نسبت به ماها با توجه به شرایطی که قرار داریم دارد. امام باقر علیه السلام شخصیتی است که شایسته این جهاد علمی و انقلاب فرهنگی بود. کسی است که به اتفاق شیعه و اهل تسنن پیامبر اسلام از ظهور اون حضرت در عرصه علم پیشبینی کرده و خبر داده. بله. در مورد کسی دیگری چون این پیشبینی از پیامبر اسلام نیست، گرچه که ما اهل بیت عصمت و طهارت رو وارث علم پیغمبر میدانیم که در کلمات خود امام باقر علیه السلام هم هست که علم با آدم و علم الادم و علم الادم اسماء کلها. علم وقتی که به آدم داده شد به اولین پیامبر الهی و اولین انسانی که روی زمین آمد، این دیگه بالا نرفت، این همینجور به ارث رسید، به انبیا تا رسید به ما. پس همه اینها رو ما وارث علوم جمیع انبیاء سلف میدانیم، عالم به ماکان و مایکون و ما هو کائن میدانیم، گذشته و حال و آینده. اما در مورد امام باقر علیه السلام به تصریح این کتاب هایی که از شیعه و اهل سنت این حدیث رو نقل کرده، پیامبر اسلام پیشبینی ظهور یک عالمی رو در جهان کرد که درهای دانش رو به روی بشریت باز میکنه. این حدیث در منابع شیعه در بحار الانوار هست، در رجال کشی هست، در کشف القمه هست، امالی صدوق، امالی شیخ طوسی، اختصاص مفید، عیون اخبار رضا، در کتاب های مختلف، در منابع برادران اهل تسنن هم، در مرآت و زمان فی تاریخ الاعیان جلد 5 صفحه 78، تاریخ ابن عساکر و غایت الاختصار صفحه 64، تذکرة الخواص ابن جوزی هم صفحه 337 این حدیث آمده. متن حدیث اینه که پیامبر به جابر بن عبدالله انصاری فرمودن که تو زنده میمانی بعد از من و یک فرد از خاندان من رو درک میکنی که اسمش اسم منه و اون کسیه که یبقر العلم یا یبتقر العلم، هر دو تعبیر وجود داره، بقرا درهای علوم را به روی بشریت باز میکنه. باقر. بله، به خاطر همین جهت هم به حضرت میگفتن باقر العلوم، باقر العلوم النبی، این تعبیران هست. یکی از القاب معروف حضرت باقر به خاطر همین حدیث. یعنی این حدیث بین شیعه و اهل تسنن به صورت مسلم از پیامبر اسلام در مورد امام باقر علیه السلام نقل شده. جریانش هم این بود که جابر بن عبدالله انصاری بعد از آنی که امام باقر علیه السلام رو ملاقات کرد و شناخت، در بعضی از روایات هست که روزی دو بار می آمد به محضر حضرت و سلام پیغمبر ابلاغ می کرد، عرض ارادت می کرد. در مسجد می نشست جابر بن عبدالله انصاری، هم پاسخ می داد سوالات مردم رو و هم این حدیث رو مکرر می گفت. با توجه به سن و سال جابر بن عبدالله انصاری که زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبر رو در دوران جوانی درک کرد. بله. در همین زمینه معذرت میخوام، یک بیاناتی از علمای برادران اهل تسنن مون هم هست در همین زمینه این حدیث. ابن حجر هیتمی در مورد حضرت در سوائق المحرقه صفحه 201 میفرماید که امام محمد باقر به اندازه گنجهای پنهان معارف و دانشها را آشکار کرد، حقایق احکام و حکمتها و لطایف دانشها را بیان کرد که جز بر عناصر بی بصیرت و بدسیرت پوشیده نیست. و من سمه قیل هو باقر العلم، و از همین جهت است که در موردشون گفته می شده، معروف بوده که او باقر علم است، شکافنده علوم است، گشاینده درهای علم است به روی بشریت، و جامعه و شاهر و علمه،
اون کسیه که تمام علوم رو جمع کرده است و پرچم علم رو، پرچم و علم علم رو بین مردم و بین بشر برافراشته. این جمله جمله است که غیر از علمای شیعه، از برادران اهل تسنن دارن میگن. در همین جا عرض بکنم در کتاب‌های برادران اهل تسنن اون مقداری که اسم مقدس حضرت امام باقر علیه السلام به وفور تکرار شده، اسم امام صادق، اسم بقیه ائمه نیامده. این جمله بسیار در خور تأمله. یک خط دیگر هم عرض بکنم در اینجا، عبدالله ابن عطا هم یکی از شخصیت‌های برجسته زمان امام باقر علیه السلام، ایشون هم این جمله را دارد که من هرگز دانشمندان اسلامی را در هیچ محفل متواضع و خاضع و عرض کنم خدمتون که حقیر و کوچک از لحاظ علمی ندیدم مگر در محضر امام باقر علیه السلام. این عظمت مولا رو نشون میده. بسیار تشکر استاد، مقدمه بسیار ارزشمند از شما شنیدیم در مورد امام محمد باقر علیه السلام. بیان برنامه بسیار کوتاه و مناسبتی به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام عزیزان ما در اتاق هم آماده کردن با هم ببینیم و بشنویم. باز هم برمیگردیم و در محضر شما عزیزان خواهیم. در خدمت. با ما باشید، با وقت بداریم. ای فروغ دانشم تا صبح محشر مستدام، وی تو را پیش از ولادت داده پیغمبر سلام، منشأ کل کمال و باقر کل علوم، هفتمین نور و ششم مولایی و پنجم امام. انس و جن آرند و حاجت در حریمت روز و شب، آسمان گردیده بر دور مزارت صبح و شام. این عجب نبود که بخشی چشم جابر را شفا، زخم دل را می دهی با یک نگاهت التیام، ساکنان آسمان را لحظه لحظه دم بندم، از بقیت بوی عطر جنت آید برمشان. در کمال و در جلال و علم و حلم و خلق و خوب، پای تا سر سر بسر آینه خیر الانام، با تو حق گیرد تداوم، از تو حق گیرد کمال، به تو ایمان نادرست و به تو قرآن ناتمام. کودکی بودی که از تیغ بیابان روز در چشم یزید به حیا آمد چشام، لال شد از پاسخ و زد بر دهن مهر سکوت، تشت رسوایی او افتاد از بالای بام. تو سر بالای نعی دیدی بسن کودکی، گه به دشت کربلا گه کوفه گاهی شهر شام، خیمه های آل اسمت را که آتش می زدن، می دویدی در بیابان اشک و ریز و تشنکان. از ندانستن از این خسران خجالت می کشند، عالمان عمریست از علم تو منت می کشند.
عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام تقدیم یکایک شما بزرگواران میان برنامه متناسب با این شب، شب شهادت حضرت با هم دیدیم و شنیدیم. تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز و پرتلاش من در اتاق و فرمان. با ما در ارتباط باشین از طریق پل ارتباطی نمبر مثبت 964-780-255-4013 در خدمت شما هست. در خدمت جناب استاد موسوی عزیز هستیم با موضوع جهاد علمی امام محمد باقر علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که اشاره شد، خود حضرت یک وزنه علمی و اجتماعی ثابت شده در اون زمان داشتن، طوری که حتی حکومت اون زمان با اینی که توسعه عجیبی از لحاظ قدرت داشتن از حضرت بیمناک بودن، از همه ائمه اینا میترسیدن. جالب، اینا فقط مثلا یک نفر بودن ولی اونا هزار هزار نفر سرباز داشتن، ولی باز خوف و ترس از فرزندان علی و فاطمه در دل حکومت‌های جائر و ظالم بود، لذا تحت اشراف و تحت نظر حکومت بودند. امام باقر علیه السلام که وزنه اجتماعی و علمی بسیار بالایی داشت، این جهاد فرهنگی رو در همون زمان اواخر دوره بنی امیه شروع کردند. خود حضرت از لحاظ علمی در سطح بود که بزرگان و علمای اون زمان این تعبیرات رو در مورد حضرت داره. یکی از اون افراد عرض کردیم که عبدالله ابن عطای میگه من هیچ وقت دانشمندان اسلامی رو در هیچ مجلسی از لحاظ علمی اینقدر حقیر و کوچک ندیدم که در مجلس امام باقر علیه السلام میدیدم. ایشون در ادامه میگه که من حکم ابن عتیبه را دیدم. عیینه هم نوشته، ولی ظاهرا اون چی که اساتید ما میفرمودن عتیبه درستره، یعنی ضبط این کلمه. در علم فقه و در علوم متعدد این آقای حکم میگه مشهور آفاق بود، اما ایشون دیدم که در خدمت امام باقر علیه السلام مثل یک کودکی در برابر استاد عالی مقام زانوی ادب به زمین زده و نشسته، منتظر هست که امام باقر علیه السلام چه بفرماید که این آقا تلمذ بکند و یاد بگیره. بعد سبت ابن جوزی این نکته رو در تذکرة الخواص نقل کرده. استادمون آقای مدرشانچی هم در علم الحدیث و درایه صفحه 67 این مطلب رو نقل کرده. پس بنابراین این عظمت خود مولا امام باقر علیه السلام بود که می توانست به خاطر همین وزنه علمی که داشتند این جهاد علمی و انقلاب فرهنگی رو ایجاد بکنه. بله. خب جهاد علمی و فرهنگی وقتی در یک جامعه میخواد ایجاد بشه، یک سلسله مقدمات و زیرساختایی داره. به شما عرض بکنم که در حقیقت اون تطور عظیم علمی و انقلاب فرهنگی که تا بعدها ادامه داشت، یعنی اون 5 قرن متعالی اسلام در حقیقت از اونجا سرچشمه گرفت، اوجش در زمان امام صادق علیه السلام بود، اما زیر ساختاش امام باقر علیه السلام محقق کرد. خب امام باقر هنرش اینجا دیده میشه که در زمانی این انقلاب فرهنگی رو و این جهاد علمی رو شروع کرده که وضعیت جامعه اون زمان از لحاظ فرهنگی و از لحاظ علمی به شدت ضعیفه، یعنی اونا در یک درکاتی از سقوط قرار دارن که جامعه اون زمان که میتواند فرزندانی تربیت کند، افرادی رو در خودش جای دهد که بیاد حادثه غمبار کربلا با عاشورا رو محقق بکنه، اینا در همون جامعه بود. افرادی که در اون جامعه زندگی می کردن همونایی بودن که آمدن در کربلا با شهادت رساندن امام حسین علیه السلام اظهار مسرت و خوشحالی کردن، اموال خاندان پیغمبر رو به غارت بردن، اهل بیت پیغمبر رو به اسارت بردن، سر مقدس خامس آل عبا رو به نیزه کردن. در چنین جامعه امام باقر علیه السلام و حضرت زین العابدین این کارهای عمیق و وسیق فرهنگی و علمی رو شروع کردن. این از این جهت واقعا شگفت انگیزه. یک وقت مثلا یک کسی میاد در یک جامعه که همه مثلا شیعن یا نوعن همه مسلمانن، تابع دین و اسلام، یک انقلاب یک خیزش ایجاد میکنه و مردم رو مقیدتر میکنه به اسلام،
این خیلی هنر نیست به نظر بنده. هنر امام باقر علیه السلام از اینجا دیده میشه که جامعه اون زمان خیلی خراب بود، برخلاف موج، برخلاف جهت آب، احسن شنا کردن و راه رفتن، این کار سخت و دشواریه. امام باقر علیه السلام برای آغاز این انقلاب فرهنگی و جهاد علمی یکی از زیرساختایی رو که محقق کردن، آمدن اندیشه سازی کردن، یعنی آمدن ذائقه علمی و فرهنگی کل جامعه رو تغییر دادن. جامعه ای که جنگ و غارت و عرض کنم خدمتون که فتوحات اون زمانی رو که عاری و خالی از هر نوع اخلاق بود توسط حکام ظالم انجام می گرفت، همینها رو اسلام تلقی می کرد و از اسلام به غیر از همین ظواهری که یک نماز بخواند و زکات به زور از مردم بستاند و عرض کنم که اسیری بگیرد و کنیزی از کشورهای دیگر به غارت ببرد، چیز دیگری نمی فهمیدن. امام باقر علیه السلام آمدن شروع کردن به عرض کنم این تغییر ذائقه فرهنگی مردم. در این زمینه خب کارهای زیادی امام باقر علیه السلام انجام داده که ما به نمونه های از فعالیت های حضرت برای این که مردم رو آماده بکنند تا پذیرای عرض کنم که انقلاب فرهنگی بشن، به نمونه های اینا اشاره میکنیم. استاد قبل از این که حضرت علی ادامه بدین فرمایشاتونه، اگر یک مقایسه داشته باشیم برای خودمان، برای عمق جهاد علمی حضرت در آن زمان، اون هم با توصیفاتی که حضرت علی داشتن، جامعه‌ای که به تازگی واقعی قنبار کربلا در جامعه رخ داده، با توجه به اون ضعف شدید فرهنگی و علمی و عدم پذیرش علم، عدم پرورش علم در جامعه، مقایسه کنیم با زمان حال. همین در همین زمان حال که ما در کشورهای اسلامی زندگی میکنیم و حاکمان کشورهای اسلامی سعی میکنن یک بالاخره یک تغییر کوچکی از لحاظ فرهنگی یا علمی ایجاد کنند، چقدر اذیت میشن، چقدر عدم پذیرش میبینند و چقدر مردم ضعف نشان میدن. اصلا نه، اصلا ما میگیم تغییر نه، در تطبیق اسلام، در ترویج اسلام و دین که خیر و صلاح مردم هم درش هست، بازم میبینیم یک مقاومت هایی در مقابل دیده میشه که نمیشه اجرا کرد. حالا هم با این امکانات رسانی، مثلا میگم مسئله حجاب یکی از نمونه هاشه، پایبندی به نظام خانواده یکی از نمونه هاشه، دوری از عرض کنم مردم آزاری و حرامخوری یکی از نمونه هاشه، وجدان کاری داشتن یکی از نمونه هاشه. همینا یکی الان آموزه های امام باقر علیه السلام در جامعه پیشرفته امروز مردم نمیتونن به درستی اجرا کنن، اون چه برسه به اون زمان. در اون زمان در فعالیت های امام باقر علیه السلام در همین حوزه اندیشه سازی و این تغییر ذائقه که من عرض کردم، بله، که در حقیقت آمد تولید علم صورت گرفت، امام باقر علیه السلام چند عمل شاخصی انجام دادن. یکی از اون اعمال شاخصی که حضرت داشتن، یکی از اون رویکردهای بسیار تاثیرگذار این بود که اهمیت و ارزش علم و دانش رو در اون جامعه ای که کلن از علم و دانش فاصله گرفته بود زنده کرد، با روش‌های مختلف، با بیانات، با توضیحات متعددی که حضرت داشتن. در این زمینه اونقدر از حضرت روایت و سخن و کلام نقل شده که ما نمیتونیم در یک جلسه، نه که در چند جلسه، با اونا بپردازیم. فقط خلاصه و گذر کوتاهی به بیانات حضرت در رابطه با اهمیت و ارزش دانش و علم و اینکه راه برون رفت بشر از معضلات فرهنگی فقط علم است اشاره کوتاهی میکنیم. یکی از اون حدیث که همه هم شاید این حدیث شنیده باشه ولی به عمق معناش باید دقت کنیم، حضرت میفرماید تمام کمالات را اگر جمع بکنید، یعنی سه چیز جمع میشه، الکمال و کل الکمال، التفقه فی الدین. اولین چیز میگه تفقه در دینه، بله، فهم درست و عمیق از دین. تمام بدبختی ها، کشتارهای دست جمعی، نمیدونم جنگ ها، مثل جنگ هایی که بین مسیحیت و اسلام اتفاق افتاد، جنگ های صلیبی و کذا و کذا، همین مسئله داعش و همین انتحاری ها، همه اینا رو که وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم به خاطر عدم تفقه در دین. امام باقر علیه السلام آمد تفقه در دین ایجاد کرد که الان در ادامه عرض میکنیم و خیلی مهمه کاربرد این بحث امشب برای ما همینه، بله، که ما بریم سراغ فهم عمیق از دین. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که
عبادت بدون تفقه ارزشی نداره. المتفقه من دون فقه که حمار تاهونه، کسی که عبادت میکنه ولی تفقه ندارد، علم ندارد، مثل الاغیه که دور آسیاب میچرخه. بله. خیال میکنه مثلا راه دراز پیمونده ولی آخر میبینه که همسر جای خودشه. این یک شاخصه است که امام باقر علیه السلام روش خیلی کار کرده که اهمیت علم و دانش رو برای مردم اون زمان زنده بکنه. گرچه که در اسلام ما اینو داریم که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در آیات متعددی از قرآن مشرکین و کفار اونا رو میگن عقب ماندن، اینا واپسگران، اینا چنین چنانن، به خاطری که اینا علم ندارن. ذالکه به انهم لا یعلمون، ذالکه به انهم لا یفقهون، اینا فقه ندارن، فهم و درک عمیق از گزاره‌های علمی ندارن. ولی خب باز امام باقر علیه السلام دوباره اینا رو برای مردم زنده کرد و یادآوری کرد در زمان خودش. بسیار تشکر استاد. ادامه فرمایشات شما رو در بخش بعد ان شاء الله خواهیم. در خدمت. سلامت باشید. همچنان با ما باشید. برنامه به وقت بیداری در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام. ای پنجمین امام که معصوم هفتمی، از ما تو راز دور سلام علیکمی، بر درد جهل خلق ز عالم طبیب تر، نامت غریب و قبر ز نامت غریب تر، وقف علوم و دانش و دین کرده هم خیش، باشی کنار ابن و اب و ام و ام خیش، آب و گل و سجیت تو جز کرم نداشت، دیدم چرا مزار تو صحن و حرم نداشت، گلدسته‌ای نداشت حرم، مرقدی نبود، صحن و سرا نیافتم و گنبدی نبود، این خاک عشق باشد و برباد کی رود، غمهای عهد کودکی از یاد کی رود، آتش به خرمن جگر از آه با تو بود، یک عمر خاطرات تو همراه با تو بود، از صبح تا غروب کشیدی ز سینه آه، اما چه خوب شد که نرفتی به قتلگاه، تو دیدی چه ها به اسارت به امه شد، در شهر شوم شام جسارت به امه شد، تو طفل روی ناقه اوریان نشسته ای، بر روی رحل ناقه چو قرآن نشسته ای، تو طعم تازیانه و سیلی چشیده ای، بر روی خار همراه طفلان دویده ای، دیدی تو خیمه های به آتش کشیده را، داغ و فرار و رنگ ز چهره پریده را، صلی الله علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. ارث بردی از پدر فقه و اصول در کلام، با صحیفه مأنوس می شوی صبح و ظهر و شام، تا قیامت در مدار توست محتاج کرم، دور تو با احترامی خاص می گردد قلم. بازم تسلیت عرض میکنیم محضر شما عزیزان، شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که تا اینجای برنامه مفید بوده باشه. برمیگردیم به محضر جناب استاد موسوی عزیز و ادامه بحث. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مراحل اندیشه سازی و در حقیقت زیر ساختای انقلاب فرهنگی امام باقر علیه السلام، عرض کردیم که عناصر مختلفی رو حضرت روش کار کرده. بله. یکی از اون عناصر و یکی از اون مسائل عبارت بود از زنده کردن ارزش و اهمیت علم در اون جامعه واپسگرایی که از هرچه علم و فرهنگ و دانش بود بنی امیه این مردم رو فاصله داده بود و وادار کرده بود که یک جامعه عقب مانده جبرگرا باقی بماند تا اینا بتونن راحت حکومت کنند. امام باقر علیه السلام آمد ارزش علم رو با روش‌های مختلف برای مردم تبیین کردن. یکی از اون روش‌ها بیانات واضح و صریح حضرت بود در عظمت علم و عالم. بله.
در قسمت قبل عرض کردیم که حضرت فرمود کل کمالات را جمع بکنی، یک بخشی از کل کمالات در تفقه در دینه، یکی دیگر در صبر در مقابل سختی هاست، یکی هم تدبیر در معیشت. این سه امر فرمود که تمام کمالات در این سه چیز جمع شده، که از این حالا بگذاریم حدیث رو چون میخواییم ادامه بحث انشاءالله تا جایی که وقت اجازه میکنه تقدیم بکنیم. حدیث بعدی حضرت فرمود که عالم ينتفع بعلمه افضل من الف عابد، شما هزار نفر عابد رو که این عنوان عابد بودن در اونا محقق شده باشه، اونقدر عبادت خدا میکند که اونا رو مردم مثلا با عنوان عابدهای زمان میشناسه. هزار نفر اونا رو یک طرف بگذار، یک نفر عالم رو میگه یک طرف بگذار، یک نفر عالم ارزشش از هزار نفر عابد بالاتره. این علم داره، اونا عبادتی داره که اگر مقرون با علم نباشد ممکنه سر از ابن ملجم در بیاره، سر از خوارج در بیاره. بعد فرمود که والله لموت عالمن، یک نفر عالم اگر از دنیا برود احب الی الابلیس من موت 70 عابدا، یک نفر عالم از دنیا اگر بره ابلیس و شیطان اونقدر خوشحال میشه که با مرگ 70 نفر اون مقدار خوشحال نمیشه. این یک مسئله که روش امام باقر سلام کار کرد که اهمیت علم، ارزش دانش رو و فرهنگ رو برای مردم تبیین کرد. نکته بعدی که باز حضرت در این زمینه کار فرمودن عبارت بود از انتشار علوم. من خواهش میکنم بینندگان عزیز یه عرایز بنده رو خوب دقت کنن. بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خلفایی که سر کار آمدن از نوشتن کلمه، از نوشتن سخنان و کلمات پیغمبر منع کردن، دستور دادن که کسی حق ندارد سخن پیامبر، احادیث پیامبر رو بنویسه، که اگر کسی می نوشت اونو جریمه میکرد، زندانی میکرد. داریم که ابوذر در زندان خلیفه دوم بود که خلیفه دوم مرد، بعد چرا در زندان بود؟ خاطر که روایت نقل میکرد. در بین اونهایی که متمایل به دستگاه خلافت بودن مطلقاً کسی حق تدوین حدیث نداشت، جرأتش هم نداشت و تدوین هم نشد. در بین مخالفین که امیرالمومنین علی علیه السلام شیعیان بود، خب از همه اول تدوین بود دیگه، یعنی کتابت حدیث بود که کتاب علی علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمود که اگر آقا اجازه باشه ببخشید دست یکی از این ربات رو اینجوری فشار داد، گفت با اجازهتون، گفت همین مقداری که من روی دست شما فشار دادم حکم همین هم در کتاب علی علیه السلام نوشته شده و او کتاب در نزد ماست. خیلی وقتا هست که امام رو به بعضی از شاگرداش امانت داده، اون شاگرد که میره نگاه میکنه میگه آقا هر چی که در این کتاب ما میبینیم اصلا در جامعه اسلامی وجود نداره، اون چی که ما در جامعه میبینیم به عنوان دین که یک عده دست بسته نماز میخوانن، آب سرچپه میندازن، نمیدونم برنامه یه جوری، بله، اینا اصلا در این کتاب دیده نمیشه. خب ما میگیم آقا دست بستن یا حذف حیال آخر العمل از اذان، اینا اصلا نبوده دیگه در زمان پیغمبر، اینا بعدها در دین اضافه شده مثلا، که طرف تعجب کرده و هزاران مسئله دیگر که از متائن و خلفاست که ما وارد به اون جریان نمیشیم. استاد 5 دقیقه نکته مهم این عزیزم، بنندگان عزیزم توجه کنند که این فاجعه منع تدوین حدیث همینجور ادامه داشت تا سال 99 که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت میرسه و دوران امام باقر علیه السلامه. به محض این که عمر ابن عبدالعزیز مسئله منع تدوین حدیث رو بر میداره، میگه میتوانین احادیث رو بنویسین، امام باقر علیه السلام از این جریان حسن استفاده رو میکنه، گرچه که عرض کردم در بین شیعه کتب دیگری نوشته شده بود. از این زمان دیگه امام باقر علیه السلام یاران خودشون رو وادار میکنه به اون چی که با عنوان تراث شیعه و احادیث با ارزش اهل بیت امروز به دست ما رسیده. امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم رو داره اینجا که ایشون در شهر کوفه بود 4 سال به خاطر اینکه بتوانن علوم اهل بیت و پیامبر رو بنویسد آمد محضر امام باقر علیه السلام ملازم شدن. ایشون میگه من 30,000 حدیث از امام باقر فقط نوشتم، 16,000 حدیث از امام صادق علیه السلام نوشتم، محمد ابن مسلم. یکی دیگر از یاران اون حضرت، بله همین محمد ابن مسلم کتابی هم داره 400 مسئله، این کتاب رو در همون زمان در زمان امام باقر علیه السلام تألیف کرده که از این کتاب الان روایاتی در کتابهای شیعه وجود داره و نقل شده، کتابی که در دوران امام باقر علیه السلام تألیف شده.
جابر ابن یزید جوفی یکی دیگر از یاران حضرته که ایشون هم کوفی بودن، برای استفاده از دانش امام باقر علیه السلام سفر میکنه به مدینه، اونجا به مراتب عالی علم میرسه. ایشون میگه من 70,000 حدیث را در ابواب مختلف از امام باقر علیه السلام حفظ داشتم، نوشتم و حفظ کردم. امام باقر علیه السلام حدود 500 نفر ایجوری شاگرد تربیت کرد که آمارش مثلا الان هست در کتاب های حدیث با 465 نفر، حدود 500 نفر که هر کدوم اینها مثلا 70,000 حدیث، 30,000 حدیث، یا مثل زراره که 1236 حدیث الان در کتاب های ما ازشون نقل شده، جدای از اونه که از بین رفته بود. این یکی از حرکت های جهاد علمی امام باقر علیه السلام بود که آمد دانشوران و علما، دانشمندانی رو تربیت کرد که اینا مقدمه انقلاب بزرگ فرهنگی رو در جهان اسلام محقق کردن که از دوران منصور به بعد، از سال 132 به بعد دیگه آغاز میشه. جالبه که من حدیث فقط 2 سال در زمان عمر ابن عبدالعزیز برداشته شد، دوباره باز ادامه پیدا کرد. بله، کمتر از 3 دقیقه وقت. بله، تا سال 133 تا زمان سال 135 منصور دوانقی ادامه داشت. یعنی اهل سنت از اون زمان تازه شروع کردن به تدوین صحاحشون از این حرفا. کاری نداریم. این یکی از جنبه های جهاد علمی حضرت بود. یکی دیگر هم مناظرات بود که حضرت داشتن. من میخوام خلاصه کنم، چرا معطل کنیم خودمون رو. اگر امام باقر علیه السلام طبق همون پیشبینی پیامبر اسلام اگر ظهور نمی کرد، درهای علم به روی بشریت تا ابد بسته می موند. پیامبر عظیم الشان فرمود اوست که درهای دانش رو به روی بشر باز میکنه. در مناظراتی هم که داشتن، با مسیحیان مناظرات داشتن، با مرجئه مناظرات داشتن. طایفه مرجئه یا فرقه مرجئه خطرناکترین فرقه بود که در دوران امام باقر علیه السلام فعالیت داشت. فعالیت های فکری اونها موافق با عرض کنم که اعمال حکام زمان بنی امیه بود. قائل به این بودن که در عمل حالا پایبند به دینم نبودید، همینی که اعتقاد داشته باشی درسته، لزومی هم ندارد که ما بفهمیم اعتقاد شما چیه. بله. همین که میگه اسلام و مسلمان، ما حق نداریم بگیم شما کافری یا فاسقی، دقیقا مطابق بود با همون چیزی که دستگاه حکومت میخواست که اونا اظهار اسلام میکردن اما از اسلام در حقیقت خبری نبود. اگر فرصت هست من یکی از مناظرات رو اشاره کنم. یک دقیقه بسید. بله. یکی از مناظرات حضرت در سفر حضرت به شامه که اون هم سفر تحمیلی بود که هشام ابن عبدالملک حضرت رو خواسته بود. وقتی هشام هر چقدر خواست حضرت رو خورد بکنه نتونست، موقع بیرون آمدن با یک جریانی از مسیحیان روبرو شد و اونجا یک مناظره در گرفت ناخواسته. اسقف اعظمی که برای پاسخگویی به سوالات مسیحیان آمده بود امام باقر علیه السلام رو شناخت. بعد یعنی تحت تاثیر عظمت حضرت قرار گرفت و سوال کرد که تو عالمی یا نمیدونم از جاهلی فلان. حضرت فرمود جاهل نیستم، نادان نیستم. بعد سوالاتی پیش آمد، یکی از سوالاتش این بود که شما مسلمان‌ها یک چیزای عجیبی میگین، میگین در بهشت مردم از همه غذاها و آبها و نوشیدنی‌ها استفاده میکنه ولی اینا همه جذب بدن میشه، دفع نداره. این نمونه آشکارش در عالم خارج و طبیعت در دنیا چیه؟ اصلا نمونه نداره. حضرت فرمود مسئله جنین، جنینی که بچه در شکم مادر هست جذب داره، تغذیه داره اما دفع نداره. سوال بعدش این بود که آقا شما میگین از میوه های بهش برداشته میشه، خورده میشه اما کم نمیشه. بله. نمونهش چیه؟ حضرت فرمود آتش. شما از این آتش گلون جلوت هست، چراغا رو یکی یکی روشن میکنی، آیا کم میشه؟ گفت نه. یعنی شکست اینها برای امام باقر علیه السلام مثل آب خوردن. امیدوارم که انشالله همه ما از دریای معارف و علوم امام باقر علیه السلام بیش از پیش بهره‌مند بشیم انشالله. بسیار تشکر استاد عزیز، با توجه به وقت برنامه تلاش بسیار ارزشمندی انجام دادید تا آنچه که محققانه با خودتان آورده بودین ارائه بدین. خدا خیرتون بده. انشالله که در برنامه بعد هم شما را در این استودیو در برنامه به وقت بیداری انشالله زیارت کنیم. سلامت باشید. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم، از ابتدای برنامه با ما همراه بودید. انشالله از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم برای خودم و همه همکاران. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا دیدار بعد خدا نگهدار.